ببینید، موضوع پرورش مدیران چه برای زمان حال و چه برای زمان آینده یه دغدغه جهانی هست، یعنی از گذشته بوده و ما هرچی جلوتر میریم و کارها روباتیک میشه، مکانیزه میشه و نقش انسان پررنگتر میشه در دنیای کسب و کار، نقش مدیران آینده بسیار جدی میشه و اینکه مدیران فعلی تا چه حدی از عهده انتظارات برمیان خیلی موضوع جدی میشه. کارشناسان حوزه منابع انسانی اصولاً باید بتونن این سهمیاری رو در سازمان خودشون داشته باشن که اول اون لبه دانش رو بشناسن، تئوری ها، بست پرکتیس ها، تجربیات برتر دارن چی میگن، به چه سمت و سوی دارن حرکت میکنن، چون واقعیت اینه که این مدل ها پیوسته در حال بهبود هستن و یه مدل خیلی، تئوری خیلی کامل و دقیقی ما نداریم، روز به روز داره بهتر میشه. در نتیجه چون چرخ رو از نو نباید اختراع بکنیم، این وظیفه یک کارشناس منابع انسانیه که بیاد مطلع بشه و لبه دانش رو بشناسه و در کاروش استفاده بکنه. دلیل دوم هم اینه که اصولاً شریک استراتژیک بودن کارشناسان و مدیران منابع انسانی به این برمیگرده که بتونن از طریق یه سری مکانیزما ارزش افزایی بکنن. این مکانیزما که خب صحبت در موردش طولانیه و در مقاله الان نمی گنجه، یکی از سرنخ‌های جدیش اینه که به در واقع اصطلاحاً میگن لیدرشپ پایپلاین یا در واقع جریان رهبری سازمان بتونه کمک بکنه و این به نظر من از طریق بحث، گفتگو، اطلاع از تجربیات میتونه در واقع محقق بشه و خود این کارشناسان هستن که در این همایش و همایش‌های بعدی بعد شرکت بکنن، تجربیاتشون رو بگن. جان کلام، من فکر میکنم که یکی از مهمترین دلایل حضور کارشناسان منابع انسانی اینه که نقطه مناسبی که در سازمان باید بایستن از منظر کمک به پرورش و رشد مدیران سازمان پیدا میشه و این فکر میکنم که یک اتفاق خیلی خوبیه که میفته، مضاف بر این که به هر حال با یک شبکه خیلی خوبی میتونن آشنا بشن، چه ارزیابان، چه همتایان خودشون در سازمانهای دیگه، چه مدیرانی که کارشون منابع انسانی نیست ولی عملا در سازمانها دارن نقش اصلی رو ایفا میکنن. مجموعه اینا فکر میکنم که یک رخداد خیلی خوب و انشالله رقم میزن. خب من چند سالیه که یه دغدغه‌ای رو دارم دنبال میکنم و اون اینه که نقش هنر به عنوان یک قلمروی که کاملا مستقل از قلمرو به علم هستش در سازمان ها چی میتونه باشه. خوشبختانه شاید 20 سالیه که این موضوع در محافل آکادمیک دنیا داره بررسی میشه، درباره صحبت میشه، کتابای خیلی خوب، تحقیقات خوبی اتفاق افتاده و انجام شده. من میخوام که در واقع نقطه شروعی رو در این همایش انشالله در واقع رقم بزنم و دعوت بکنم از در واقع دوستان دیگر، علاقمندان دیگر که این جریان رو کمک بکنن که ادامه پیدا بکنه و اون اینه که هنر چه جایگاهی میتونه برای بهبود فرایندهای ارزیابی داشته باشه. طبعا یه سر این فرایند ارزیابی در واقع ارزیابان هستن، یه سرش طراحی مدل شایستگی هستش و یه سرش هم در واقع ابزارهایی هست که ما استفاده میکنیم. من تلاشم این خواهد بود که با مثالها و مفاهیمی که چند وقتی مطالعه کردم و با برخی از صاحب نظران هنر در سازمان در دنیا صحبت کردم، مطالبی رو ارائه بدم که نشون بده که هنر چقدر میتونه مؤثر باشه، از چی داره صحبت میکنه و اگر بتونیم این فضای ذهنی رو به نظرم ایجاد بکنیم میتونه یک اتفاق خیلی خوبی رو رقم بزنه و این ادعا رو هم میتونیم مطرح بکنیم با استناد به صحبتهایی که با صاحب نظران بین‌المللی من داشتم تا حالا به این صورت به مقوله کانون ارزیابی در دنیا توجه نشده و انشالله که بتونیم این رو داشته باشیم. ضمن این که احتمالا یک
در واقع فیلم سینمایی رو هم گوشه هاییش رو نمایش خواهیم داد و انشالله با دوستانی که حضور خواهند داشت این رو بررسی میکنیم. تعداد قابل توجهی از مدیران منابع انسانی سازمان ها الان در لبه استفاده از قانون ارزیابی قرار گرفتن. این الزامات دولتی وجود داره و البته این ندا به گوششون رسیده که قانون ارزیابی اعتبار بسیار بالاتری به نسبت سایر روش ها داره برای انتخاب، شناسایی و ارزیابی افراد. این باعث میشه که نسبت به فرایند قانون ارزیابی حساس بشن. خیلی ها آشنایی کلی با این که در قانون ارزیابی چه میگذرد ندارن و این همایش کمک خواهد کرد اطلاعات پیدا بکنن در مورد اینکه در یک قانون ارزیابی استاندارد چه اتفاقاتی رخ میدهد. خیلی ها دغدغه این موضوع رو دارن که آیا از اون قانون ارزیابی موفق بیرون خواهند اومد یا نه. شاید نتوانیم جواب این سوال رو بدیم، اما میتونیم بهشون کمک بکنیم این اطلاع رو پیدا بکنن که با یه اصول اخلاقی قانون‌های ارزیابی برگزار میشه و تلاش میکنه که نهایت دقت و انصاف رو در سنجش آدم‌ها استفاده بکنه. با ابزارها آشنا خواهند شد، با روش‌های سنجش و ارزیابی آشنا خواهند شد، با فرایند اینکه در یک قانون ارزیابی چه می‌گذرد، چه اتفاقی میفته و در نهایت چه خروجی میدهد، این چه مدل از بازخوردهایی، چه مدل از گزارشهایی آشنا خواهند شد و ما فکر میکنم در نهایت در انتهای همایش بتونن جمع‌بندی داشته باشن و به آرامش بیشتری از این حوزه برسن که در قانون چه میگذره. من در سخنرانی شخصی خودم تلاش خواهم کرد تا فرایند طراحی قانون ارزیابی رو ارائه بکنم، در مورد این حرف بزنم که از اون مدل شایستگی که سخنرانان قبلی در مورد صحبت خواهند کرد و اون ابزارها ما با چه ترکیبی استفاده خواهیم کرد، آدم‌ها با چه چیزهایی روبرو خواهند شد وقتی وارد یک قانون ارزیابی بشوند، در مورد ماتریس ارزیابی صحبت خواهیم کرد، در مورد اینکه این ماتریس از کجا آمده، هر کدوم از تمرین‌ها چطور اتفاق می‌افته و مشخصاً در یک قانون ارزیابی چه می‌گذرد.